سلام به شما بینندگان محترم و خوب کانال جدید و برنامه گفتگو. برنامه دیگری از سری برنامه های گفتگو رو من میلاد رابعی به همراه همکارم حامد صدرا تقدیم حضورتون میکنیم. اگر خاطرتون باشه در برنامه پیش گفتگو در مورد عملکرد مسیحیت و مختصری از تاریخ اون صحبت کردیم و نکاتی رو در اون باره مطرح کردیم با محسن ابراهیمی که در این برنامه سعی میکنیم اون بحث رو یه مقدار ادامه بدیم و بیشتر بشکافیم و وارد بخشای دیگری از این مبحث بشیم. محسن ابراهیمی سلام میکنم به شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی. خواهش میکنم. همونطور که شما محسن ابراهیمی و بینندگان در جریان هستید، ما هفته پیش در مورد قرون وسطا صحبت کردیم، در مورد جنایاتی که در اون قرون تاریک و براستی سیاه انجام شد، در مورد ضدیت و مخالفتی که کلیسای کاتولیک با علم و تکنولوژی یا هر نوآوری داشت و در این باره یه مقداری شما صحبت کردید و البته گریزی هم به بحث‌های دیگر زدید. اما در ادامه اون اگه خیلی کوتاه بخوایم این دوره رو رد بشیم و خیلی مکث نکنیم توی قرون وسطا، به یه ترمایی ما میخوریم مثل رنسانس، پروتستانیزم، عصر روشنگری. ظاهراً دوره‌هایی هست، آدم‌هایی هستن که اون وضعیت رو در اروپا تغییر میدن و قرون وسطا رو پایان میدن. من میخوام از شما بپرسم که اولا این کلمات تفاوتشون چیه؟ آیا یه معنی میدن؟ آیا دوره‌های مختلفی رو نمایندگی میکنن؟ رنسانس برای مثال، پروتستانیزم، عصر روشنگری، تفاوت اینها در چیست و از نظر زمانی کدوم یکی متأخرتره و کدوم یکی متقدمتره؟ بله، این دوره ها با هم تفاوت دارن ولی همشون به یه معنا از درون هم در اومدن. ما صحبتمون در رابطه با یه فاصله زمانی نزدیک از قرن پنجم تا قرن هیجدهمه، یعنی نزدیک ده قرن و تا هیجده، سیزده قرن. توی این فاصله زمانی بخش اعظمش که از قرن پنج شروع میشه، البته قرون وسطا هم توی به اصطلاح ردبندی و زمانبندیش متفکرین و مورخین خیلی اختلاف دارن با یه فاصله های مثلا 50 سال و 100 سال حتی، ولی از قرن پنجم معمولا میگیرن. از قرن پنج قرون وسطا شروع میشه و ادامه داره تا اینکه در درون قرون وسطا در دوره های انتهاییش عصر رنسانس یا به قول فارسا، ترجمه فارسیش اینجوریه، نوزایی، عصر نوزایی شروع میشه. این عصریه که در اون اساساً علم و دانش تکون میده بنیادهای مسیحیت رو، غولهای فکری در رابطه با مخصوصاً کیهانشناسی و اینا به وجود میان که مبانی مسیحیت رو در کتاب مقدس زیر سوال میبرن. اون دفعه صحبت کردیم در موردش، به عنوان مثال مثلا کشف منظومه شمسی افسانه آفرینش کتاب مقدس رو زیر سوال برد، به اصطلاح خورشید مرکزی منظومه شمسی افسانه کلیسا رو در رابطه با زمین مرکزی زیر سوال برد و تمام اینا. این دوره نزدیک 300 سال در انتهای قرون وسطا است که بهش میگن عصر به اصطلاح نوزایی یا رنسانس، و در ادامه رنسانس که جنبش دیگری شروع میشه، ما بهش میگیم عصر خرد. قبلی عصر رنسانس بود، دوره دیگری شروع میشه که از درون همون دوره روشنگری به اصطلاح شکل میگیره، بهش میگیم عصر خرد، که در این عصر هم نویسندگان، متفکرین، روشنفکران، اونایی که حمله میکردن به روشنگران به اصطلاح به مسیحیت و بنیادهای مسیحیت، خرد رو در مقابل ایمان و خرافات قرار میدن و همون دایره المعارف بزرگ فرانسوی رو مینویسن که قبلا بهش اشاره کردیم، که در اون حملات شدیدی از هر نظر به اصطلاح به مسیحیت میشه. این دوره هم حدوداً 200 قرن، دو قرن ببخشید، طول میکشه 200 سال که دیگه انتهاش میخوریم به انقلاب کبیر فرانسه.
بله، اما این وسط ماجرای پروتستانیزم و مارتین لوتر رو هم داریم، کسی که ظاهرا به عنوان یه مصلحی میاد و قوانین کلیسای کاتولیک رو اصلاح میکنه یا اون رو به یه شکلی تلطیف میکنه، اینطور در تاریخ ها و در کتاب ها ازش نام برده و جنبشیه که از آلمان شروع میشه و بعد گسترده میشه. یه مقداری در مورد پروتستانیسم صحبت بکنید و رابطش با عصر روشنگری و رابطش با رنسانس. مارتین لوتر یه کشیشی بود که افسانه در موردش هست که گویا دوچار رد و برق میشه، به زمین میخوره و وقتی به زمین میخوره و فکر میکنه داره میمیره، از خدا میخواد که اگه نجاتش بده، برمیگرده مؤمن میشه و بالاخره از این ماجرا گویا میره کشیش میشه. و کشیشی که در دوره رشد سرمایه‌داری با توجه به نیازهایی که دوره سرمایه‌داری به اصطلاح لازم داره برای تحولات روبنای فکری در رابطه با مذهب، این کشیش هم به یه معنا پاسخی به این روبناست، پاسخی به نیازهای دوران سرمایه‌داریه. اگه بخوام اینجوری بگم، ما عصر پروتستانیسم به اصطلاح مارتین لوتر دوره‌ای هست که سرمایه‌داری رشد میکنه و روبنای فکری و مذهبی فئودالیسم که همون مسیحیت و کلیسای کاتولیکه در مقابل رشد سرمایه‌داری واقعا قرار داره. سرمایه‌داری میخواد همه آدما به عنوان افراد آزاد بشن و در خدمت به عنوان نیروی کار در خدمت سرمایه قرار بگیرن. خب یکی از مهمترین موانع از لحاظ اقتصادی خود فئودالیسم، خود خانخانی، خود مالکیت زمینه، خود به اصطلاح اسارت نیروی انسانی در قید و بند فئودالیسم، و از لحاظ معنوی و فکری هم مذهب و مشخصا کلیسای کاتولیک است که تمام انسانها رو در به اصطلاح چنبره و حیطه اختیار مسیحیت و کلیسای کاتولیک قرار داده. سرمایه‌داری میخواد اینا رو بشکنه و پروتستانیزم به یه معنا یکی از جنبش هایی هست که در اون دوره شکل میگیره. اینم بگم جنبش های خیلی عظیم دهقانی شروع شده بود در جنوب فرانسه به طور مشخص که کلیسا برای اینکه با این جنبش ها مبارزه کنه تو دوران قرون وسطا، خب انگیزاسیون رو شروع کرد، تفتیش عقاید رو شروع کرد. در مقابل کشیش هایی که مخصوصا رده های پایین به اصطلاح کلیسای مسیحیت مخالفت داشتن با همین نظام فئودالی، به یه معنا در رابطه با اون جنبش عظیم به اصطلاح رها کردن آدم ها زیر قید و بند مسیحیت و فئودالیسم، این کشیش هم از این سر به اصطلاح شروع میکنه و کاری که انجام میده میگه ما بین خدا و مردم و انسان ها هیچ واسطه، هیچ رابطه ای وجود نداره و نباید داشته باشه. پاپ لازم نیست به اصطلاح به عنوان مفسر، تنها مفسر انجیل و تورات مردم رو به خدا وصل کنه. خود مردم مستقیما، هر فرد انسانی مستقیما میتونه با خدای خودش به اصطلاح راز و نیاز کنه و رابطه برقرار کنه. به این معنا فرد از نقطه نظر پروتستانیسم دیگه در قید و بند به اصطلاح واسطه‌ای به نام کلیسیا و مسیحیت نمیتونه قرار بگیره، نباید قرار بگیره و خودش آزاد بشه. من میخوام دوست دارم اینجا نکات مارکس رو که خیلی کوتاه، یه پاراگراف کوتاه ولی واقعا لوتر و پروتستانیسم قشنگ توضیح داده که چه نقشی ایفا میکنه، اینجا خیلی سریع بخونم. میگه مارکس میگه که لوتر بر بردگی ناشی از سرسپردگی چیره گشت، چرا که بردگی ناشی از ایمان را به جای اون گذاشت. او ایمان به اقتدار رو در هم شکست، منظورش ایمان به اقتدار کلیسا و پاپ رو، چرا که اقتدار ایمان رو بازگردانید، یعنی ایمان هر انسانی به خدا مستقیما. او کشیش را به فرد عامی مبدل ساخت، چون میگفت که هر فردی خودش میتونه خودش انجیل رو به اصطلاح تفسیر بکنه و خودش رابطه خودش با خدا برقرار کنه، چرا که فرد عامی رو به کشیش بدل کرد، دیگه همه کشیش رو، همه مجتهد میتونن بشن. او انسان رو از مذهبیت بیرونی یعنی کلیسا و اینا رهانید، چرا که مذهبیت را به درون انسان کشید که هر فرد خودش میتونه، همچنان که گفتم، مفسر انجیل و تورات و کلن عهد عتیق و عهد جدید باشه. و بالاخره میگه مارکس او یعنی لوتر کالبد رو از بند زنجیر رها ساخت، زنجیر مسیحیت کاتولیک، چرا که قلب را در زنجیر نهاد.
یعنی خود انسان رو از طریق ایمان مستقیمش دوباره به زنجیر کشید. جالبه، مارکس میخوام بگم که در این حال که نقش لوتر رو در مقابل کلیسا اینجا داره با جملات خیلی زیبا و قدرتمند توضیح میده، در این حال میگه که خود لوتر هم از طریق دیگه به اصطلاح انسان رو به اصطلاح به مسیحیت، به خدا، به کتاب مقدس زنجیر میکنه. نقش رهایی بخش این است که در خدمت بورژوازی و سرمایه‌داری سعی میکنه فرد رو از قید و بند کلیسا رها کنه، ولی نقش اسارت بخش هم اینه که خود فرد رو دوباره به عنوان مؤمن در به اصطلاح قالب و چارچوب کلیسا نگه میداره. با این تصویری که شما دادید به نظر میاد که مذهب مسامحه‌گرتری است پروتستانیسم نسبت به برای مثال کاتولیسیسم. اما اگر برگردیم به دنیای امروز و به جهان امروز نگاه کنیم، کشورهای مدرن صنعتی هستن که مذهب رسمشون پروتستانیزمه، مثل همین کشورهای اسکاندیناوی، آلمان و اینها، و در این حال کشورهایی هم هستن که به همون میزان صنعتی هن و به همون میزان بورژوازی درشون قدرت رو به دست داره، مثل برای مثال خود امریکا از همه مهمتر که مذهبشون همچنان کاتولیکه. اما الان دیگه تفاوت چندانی ظاهرا میان کارکرد پروتستانیزم و کاتولیسیزم نمیبینیم و انگار که هر دو به یکسان در خدمت سرمایه‌داری عمل میکنن و کاتولیسیزم هم دیگه اون الگوهاش رو از فئودالیسم بریده و الان اون هم پا به پای پروتستانیزم داره در خدمت سرمایه‌داری و کاپیتالیسم کار میکنه. این رو شما چطور توضیح میدید؟ دقیقا اینجوریه. دقیقا نکته خیلی جالبی رو به نظر من اشاره کردی. الان پروتستانیسم به عنوان یه به اصطلاح یه چارچوب فکری و معنوی و مذهبی سرمایه‌داریه، نقش خودش رو ایفا میکنه. همونقدر که سرمایه‌داری ارتجاعی میشه، این به اصطلاح مسیحیت یا شاخه پروتستانیسم مسیحیت هم با همراه و همزمان با ارتجاع سرمایه‌داری خودش رو داره پیش میبره. یه قالبی هست که برای اینکه سرمایه‌دار رو نگه داره، این مسیحیت دوران فئودالیسم که نقشش این بود که در خدمت به اصطلاح امپراتوری ها و در خدمت فئودالیسم قرار بگیره. یه چیزی که یه تشابهی که بین کاتولیسیسم و به اصطلاح پروتستانیسم هست، خود مذهب کاتولیک در اصورت همون طوری که در دور قبل صحبتام بهش اشاره کردم، مسیحیت اولیه یک قالب مذهبی جنبش ها و اعتراضات بود. به طور واقعی همه اعتراضات برای تا یه دوره، تا زمانی که کمونیسم و جنبش کمونیسم شکل میگیره، اغلب اعتراضات قالب مذهبی میگرفت. مسیحیت اولیه هم قالب مذهبی اعتراضاتی در مقابل امپراتوری روم بود. همینجوری که جلو میاییم، همون مسیحیت تبدیل میشه توسط امپراتور کنستانتین به مذهب رسمی و بعدن دیگه پاپ و شاه یا کلیسا و قدرت با هم یکی هستن، عجین شدن کاملا. همچنان کاتولیسم ادامه پیدا میکنه با عنوان روبنای فکری و مذهب در خدمت فئودالیسم تا میرسیم به بورژوازی و رشد صنعت و رشد سرمایه‌داری. پروتستانیسم در اوایل رشد سرمایه‌داری نقش اینه همون نقش مسیحیت اولیه برای فئودالیسم ایفا میکنه، برای امپراتوری روم ایفا میکنه. این بار منتها پروتستانیسم برای بورژوازی، برای سرمایه‌داری ایفا میکنه نقشو. همچنان که سرمایه‌داری پیش میره و پروتستانیسم به عنوان یه به اصطلاح یه مذهب قدرتمند وسیع میچسبه یا میشه گفت بخشی از نظام‌های حاکم میشه بعد از اینکه نقشه اولش رو ایفا کرده، دیگه این هم مثل مسیحیت در خدمت نظام حاکمه. قبلا هم معلوم بود با نظام حاکم که مقابله نمیکنه، با فئودالیسم میگم، در درون فئودالیسم یه جنبه اعتراضی داشت. در خود سیستم سرمایه‌داری تبدیل میشه عین کاتولیسیسم به مذهب رسمی و مذهبی که در حقیقت تو دولت و حکومت دخالت میکنه، نقش ارتجاعی خودش ایفا میکنه. بله. اما باز میگم برمیگردیم به دنیای امروز و مناسباتی که بر جهان امروز حاکمه. امروز میدونیم که تعداد کاتولیک ها در جهان بیشتر هست، تعداد کسانی که به اصطلاح به کلیسای روم تعصی میکنن تا
پروتستان هایی که به کلیسای انگلیکان و توی این رقابت بین مذاهب مسیحیت میبینیم که نهایتا کاتولیسیسم ظاهرا برتری پیدا کرده یا تونسته تعداد بیشتری رو جذب خودش بکنه. دلیل این امر رو شما چی میدونید؟ آیا به خاطر مسائل سیاسی اینطور شده یا به خاطر مبانی فکری متفاوتی هست که اینا با هم دارن؟ اینجا دیگه بیشتر خب اینا که از نقطه نظر خدمتشون به نظام سرمایه‌داری و کلن قدرت های حاکم هیچ تفاوتی ندارن، به طور واقعی نقش مشابه ایفا میکنن. این تفاوت به اصطلاح در به اصطلاح سطح حضورشون در بین بخشی از مردم یا تعداد کاتولیکا زیاده نسبت پروتستانا بخشن مربوط به سابقه تاریخیه، تاریخیشونه. بالاخره در اروپا، ایتالیا مشخصا پاپ و واتیکان مرکز مسیحیت بوده تاریخن و اینا به خاطر دخالتشون، حضورشون در قدرت و امکانات و امتیازات وسیعی که تاریخاً داشتن، همون امتیازات و امکانات رو بعدن هم حتی بعد از انقلاب کبیر فرانسه هم بعد از یه دوره کوتاه دوباره برگردوندن، واقعاً به دستشون برگشت اینا داشتن. و یه دلیلش اساساً اینه، یه زمینه تاریخی داره، ولی این تو بحث خود ما یه وزنه به نظر من ایفا نمی‌کنه که اینا کدومش الان خیلی زیاده کدومش کمتره. مهم اینه که نقششون حالا در کشوری پروتستانیسم قوی تره، در کشوری کاتولیسیسم قوی تره، مثلا در آمریکا کاتولیسیسم قوی تره، ولی مستقل از نقشی که دارن به اصطلاح قدرت و ابعاد و حجمشون و به اصطلاح تأثیرشون و نفوذشون، هر دو در خدمت نظامهای حاکم هن. یک، هر دو نیرو از دست میدن. دو، این خیلی مهمه، هم کاتولیسیسم هم پروتستانیسم در تمام دنیا طبق آمار و طبق ارقام و طبق به اصطلاح نظرسنجی‌هایی که میشه کلیساها دارن خالی میشن، هم کلیساهای پروتستان هم کلیساهای کاتولیک، و تعداد زیادی از مردمی که مؤمن بودن، مؤمن محسوب میشدن، از دین بر میگردن یا ضد دین میشن یا کلن مسیحیت و حالا هر دو شاخش رو کنار میذارن، یا اگر هم کنار نذارن به خدای مسیح باور نمی کنن، یا اگر هم به خدا عموما باور دارن معتقدن مسیح پسر خدا نبود، یا اگر هم به این باور دارن معتقدن کتاب مقدس همشون بالاخره به راجعی دادن بوده که جنبندی شده یه دادن نوشتن، هیچ گونه تقدسی نداره. میخوام بگم که ولی مهمتر از همه یک برگشت ضد مذهبی در خود دنیای مسیحیت، هر دو شاخش الان قدرتمنده و خیلی قویه. اما نقطه شروعمون اگر خاطرتون باشه هفته پیش در این بحث شرایط ایران بود و تبلیغاتی که مسیحیان در ایران میکنن. به عنوان پایانی بر این بحث، بر این دو برنامه هم من برمیگردم به شرایط ایران. خیلی این تحلیل رو شنیدیم بارها و بارها که شرایط کنونی ایران مشابه شرایط قرون وسطای اروپاست. برای مثال حکومتی مذهبی که به سفت و سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب میکنه و هر نوع ندا و صدای آزادی خواهی رو و تحول خواهی رو در نطفه خفه میکنه به اشکال مختلف. این هم یک واقعیت قابل مشاهده است، هم در افواه و در بین مردم بسیار این رو میشنویم که این قیاس و این مثال گفته میشه. میخوام ببینم از نظر شما تشابه عصر روشنگری، دوران اصحاب دایره المعارف، حتی جدیدتر بخوایم اگه بیایم دوران انقلاب فرانسه، با شرایط کنونی ایران چیه؟ چه تشابهاتی یا چه تمایزاتی این دو تاریخ با هم دارن؟ و آیا میشه همون نسخه ای رو که برای مقابله با مسیحیت در فرانسه و در انقلاب کبیر فرانسه پیچیده شد برای ایران هم پیچید و به همون شکل در ایران هم به مقابله با مذهب برخورد؟ یه چیزی که فوراً به چشم میاد در مقابل این سوال شما این هست که در هر دو دوره مذهب، اون موقع مسیحیت و الان اسلام، با دولت و قدرت سیاسی چف شده بود، بخشی از قدرت سیاسی بود، به عنوان یه حامی معنوی قدرت سیاسی نبود، بخشی از قدرت سیاسی بود. همون موقع پاپ ها میتونستن حکام و شاهان رو
از تخت بیارن پایین، دوباره به تخت برگردونن. و این دوره هم اسلامیون هستن مشخصا در ایران، که اصلا اسلام به عنوان ایدئولوژی رسمی حکومت سر کار اومد، اسلام روحانیت است که قدرت رو در دست داره. این تشابه خیلی جدیه. این تشابه باعث شده که جنبش های مقابل، جنبش های به اصطلاح نقد و اعتراضی هم به همدیگه شباهت هایی پیدا بکنن، و اونم این هست که جنبش های اعتراضی همون موقع مخصوصا در انقلاب کبیر فرانسه جنبشی علیه فقط مسیحیت نبود، جنبشی علیه فقط لوی 16 هم نبود، شاهان نبود، جنبشی بود که هر دو عرصه و هر دو جنبه وجه رو با هم به اصطلاح قاطی کرده بود، در هم آمیخته بود، برای اینکه مقابلش با ساختاری بود که این ساختار هم مذهب و هم به اصطلاح قدرت سیاسی رو با هم در هم آمیخته بود. در ایران هم کلن در منطقه خاورمیانه مشخصا در ایران هم اینجوریه. ویلدورانت که 11 جلد تاریخ دنیا رو نوشته، در بخش مربوط به انقلاب کبیر فرانسه یه جمله خیلی جالبی داره، میگه اغلب انقلابات در دورهای گذشته یا علیه مسیحیت بوده یا علیه شاهان، اغلبشون. حالا این چقدر فاکت لازم فاکت تاریخی درست غلطی یه بحث دیگه است، اغلبشون علیه بالاخره یا تمرکز انقلاب علیه یه جنبه بود، یا علیه مذهب حاکم یا علیه قدرت سیاسی. ولی انقلاب کبیر فرانسه ویژگیش این بود که علیه هر دو با هم بود. به این خاطر هم علیه هر دو با هم بود که چون هر دو با هم حکومت میکردن، هر دو با هم مردم رو به ذلت و فقر و فلاکت و بندگی و بردگی کشونده بودن، و هر اعتراضی نمیتونست قالب ضد مذهبی نگیره، هر اعتراض سیاسی، و هر اعتراض ضد مذهبی هم نمیتونست قالب سیاسی به خودش نگیره. دقیقاً هم الان اینجوری. این حرف ویلدورانت به نظر من امروز مخصوصا در رابطه با کشورهای اسلام زده، کشورهایی که قدرت سیاسی با مذهب عجین شده، کشورهایی که مذهب و شریعت نقش سیاسی جدی داره، و مخصوصا کشورهایی که مذهب حکومت میکنه، مذهب ایدئولوژی رسمیه، انقلاب علیه هر دو خواهد شد، نمیتونه علیه یکیش باشه. این به نظر من یکی از مهمترین وجه تشابهات اون دوره و الان. به این معنا میشه استنتاج کرد، به جرأت میشه استنتاج کرد، انقلاب ایران نمیتونه ضد مذهبی نباشه اگر علیه قدرت سیاسی حاکم. قطعا انقلاب دو وجهیه، انقلابی که البته معلومه که زنان نقش فوق العاده جدی خواهند داشت توش، ولی انقلابی که علیه قدرت سیاسی در ایران باشه علیه قطعا مذهب، و برعکسش هم درسته. میخوام بگم حرف ویلدورانت کاملا این تشابه رو برجسته میکنه. یه نکته هم میخوام اشاره کنم، وقت خیلی کمه، که تمایزاتی البته وجود داره، روشنه. اون دوره عصر رنسانس و عصر روشنگری که عصر خرد در مقابل ایمان بود، به انقلاب کبیر فرانسه منجر شد. یعنی انقلاب کبیر فرانسه این عصر رو با یه قدرت تکون دهنده تکمیل کرد. این موقع هم اینجوری خواهد شد، ولی اون موقع قولهای فکری عظیم بودن که متاسفانه این دوره کمن. ولی این دوره ما میتونیم با اتکا به همون قولهای فکری علیه مذهب ماتریال خیلی قدرتمندی به دست بیاریم، علیه مذهب مبارزه کنیم. از شما محسن ابراهیمی که همراه ما بودید، در این دو برنامه به سوالات ما پاسخ دادید، و امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. بله، همینطور از همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز ممنونم که ما رو همراهی کردید، چه در برنامه امروز چه در برنامه پیش که هر دو یک موضوع رو پوشش میداد. ما سعی میکنیم در برنامه گفتگو از این پس بیشتر به مباحث پایه‌ای که ممکنه چندین برنامه رو به خودش اختصاص بده بپردازیم. این برنامه نمونه ای بود برای مثال، منتها مباحث پایه‌ای همونطور که میدونید معمولا مباحث مفصلی است، مباحثی است که نیاز به وقت بیشتری داره، و ما سعی میکنیم از این دست مباحث رو بیشتر در برنامه گفتگو پوشش بدیم، هرچند که مجبور شیم چندین برنامه رو برای مثال اختصاص بدیم به یک موضوع خاص. تشکر میکنم از همه شما که با ما همراه بودید، و ازتون خواهش میکنم اگر نظری دارید و اگر هر نوع پیشنهاد و انتقادی دارید به قول معروف
با ایمیل کانال جدید و راه های ارتباطی که وجود داره برای تماس با کانال جدید در میون بذارید. مشخصا در مورد برنامه گفتگو عرض میکنم و ازتون هم خواهش میکنم که بیننده سایر برنامه های گفتگو و سایر برنامه های کانال جدید همچنان باشید. تا دیداری دیگر، برای همه شما روز و روزگار خوشی را آرزو می‌کنم.